ما به امید این یا اون دولت خارجی هرگز نباید بشیم. ما باید فقط متکی باشیم به اراده و عزم خودم. از آقای رانالد ریگان گرفته تا آقای اوباما، چه دموکرات، چه جمهوری خواه دیدیم که کلن در مسیر این بودن که یه جوری وضعیت موجود محفوظ باشه ولی یه جوری به دنبال تغییر رفتار این نظام باشن. بدبختی ما این هستش که حکومتی رو سر کار داریم که جلوی این گونه عوامل رو میگیره، جلوی هر نوع برنامه‌ریزی صحیح رو میگیره، چون همش دنبال منافع شخصی و پر کردن جیب‌های خودشون هستن و در نتیجه میبینیم که مملکت اصلا به هیچ نوعی درست اداره نمیشه. در صورتی که حکومت که واقعا حکومت دلسوز و مردمی باشه، یه مملکت، یه نظامی باشه که شرایطی رو فراهم میکنه که مردم اون کشور بتونن واقعا در جستجوی پیشرفت و توسعه خودشون باشن، در سایه حکومت قانون، در سایه عدالت، در سایه برابری. من همیشه این رو به عنوان یک راهکار پیشنهادی در این فاز مبارزه، یعنی از حالا تا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی. چرا میگم سرنگونی؟ بلکه در این دیگه بحثی نیست که این نظام قابل اصلاح نیست. بارها این رو امتحان کردن مردم. به قول بعضی بچه‌ها میگن ما سخت شدیم، بنفش شدیم، آخرش هم همینطور مونده. به هر حال باید این رو قبول بکنیم که ما با یه رژیمی سر و کار داریم که داوطلبانه قدرت رو ترک نخواهد کرد. کار رو برسونیم به اون روزی که رژیم به کلی مستحصل بشه و نهایتاً از طریق اعتصابات سراسری کارگری علی خصوص اون به اصطلاح مشت نهایی رو بتونیم به رژیم بزنیم، به شرطی البته که جمعیت همراهی بکنه، که این رژیم رو پس بزنیم و به جاش حکومت تعیین شده و انتخاب شده از جانب مردم سر کار بذاریم، بر اساس یه سری البته تصیفایی که بارها و بارها تعریفش رو کردیم. اون موقع رسیدیم به شرایط عادی و یه حاکمیت واقعا ملی و مردمی. مبنای کار من در تمام سالها اصلا هیچ وقت این نبوده که به هوای اینکه حالا دنیا حمایت خواهد کرد و یا نخواهد کرد کارمون رو باید انجام بدیم نبودیم. اگه این طور بود که باید مدت ها پیش همه دل میکردیم میرفتیم تو قول معروف پی کارمون، برای که دنیا مشغول معامله با جمهوری اسلامی بود. ما بایستادیم در این مبارزه، علارغم اینکه دولت فرانسه، دولت آلمان، دولت انگلیس نمیرفتن تهران رو برمیگشتن برای معامله کردن. دنیای دیگری بود اون زمان. خیلی ها جونشون در این راه از دست دادن. خیلی ایرانیان از بین رفتن. خیلی جوان ها در کهرزک شکنجه شدن و از بین رفتن. خیلی ها امروز دارن اعدام میشن. علارغم اینکه آقای اوباما میخواد با جمهوری اسلامی لاس بزنه یا نه، یا آقای ترامپ فردا چه خواهد کرد، یا که خانم کلینتون بود چه کار میکرد، یا دیروز ریگان چه گفت، یا پیروز کلینتون چه کرد، ما کار خودمون رو پیش بردیم. ما مقاومت خودمون رو ادامه دادیم، هنوزم وایستادیم. به چه امیدی؟ به امیدی که بالاخره یک روز این حکومت از بین خواهد رفت و خواهد رفت، برای این حکم تاریخه. خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر ایران و ایرانیان راستین، اینجا شیراز بازار وکیل هست. بنده عضوی از کسبه و بازاریان شیراز هستم. من از همه هموطنانم درخواست میکنم در اعتراضات به رژیم آخوندی و جمهوری اسلامی که 38 سال است مردم ایران را به زجه در آورده اند، تقاضا میکنم در مراسم ها و اعتراضات و اعتصابات شرکت کنند، همانند هفته آبان در بزرگداشت کوروش بزرگ در بازارگاد که آن حماسه به نام ایران. هم میهنان گرامی، پس از حماسه پرشور هفته آبان ماه کنار آرامگاه پدر ایران، اینک زمان آن است که آماده شویم برای آزادی میهن از اشغالگران. من یک بلوچ هستم و هموندانم را فرا میخوانم برای آزادی نیاکانمان. به ما بپیوندید. همه جای ایران سرای من است. پاینده ایران، سربازان گارد جاویدان، رستاخیز پادشاهی. پاینده ایران. به نام ایران. درود و خسته نباشید خدمت هم میهنان گرامی. پس از حماسه پرشور شما در ایران، ایران زمین در هفته آبان ماه کنار آرامگاه کوروش پدر ایران زمین، اینک زمان آن است که برای رهایی و آزادی کشور ما از دست کسانی که به اسم دین
تمام اموالمان و حق و حقوقمان را گرفتن آماده شویم و با کمک و همکاری با هم دیگر وطنمان را آزاد کنیم. من یک محصل هستم و هموندانم را فرا می‌خوانم برای اعتراضات عمومی، چنان که میهنمان در خطر است و باید برای نجات هم بپاخیزیم. از تمامی هموطنان به تنگ آمده از ظلم ظالمین این حکومت خواهش منم که برای آزادی کشورمان ایران ما را یاری کنند و با ما همراه شوند. با تشکر. پاینده باد ایران. به نام نامی ایران، هم میهنان گرامی، پس از حماسه پرشور شما در ایران و ایران زمین، در هفت آبان ماه کنار آرامگاه پدر، اینک زمان آن است که آماده شویم برای آزادی میهن از چنگ اشغالگران. من یک ارتشی هستم و هموندانم را فرا میخوانم برای اعتراضات عمومی، چرا که میهن در خطر است و باید برای نجات آن بپا خیزیم. از تمامی هم میهنان به تنگ آمده از ظلم ظالمین، خواهان آنم که برای آزادی نیاخاکمان ایران به ما پیوندید. همه جای ایران سرای من است. پاینده ایران، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان.